کجا بگویم که بلایی شده آشنای من و عشق و شور مستی و با عشق و نوش هستی من و عشق و شور مستی و با عشق و نوش هستی حال میرم رسیتم رهایی از چشم مستی تو نمیتوانم تو همان آتشی که خود به دست من شانه بشدی در من اگر تو را بخواهم چه گناهی بود این وفای من چه کنم کجا بگویم که بلایی شده آشنای من نگاه کن حسن اومد خب بیاد نعمت داشت میترسن آخه خواننده رفیقشه باشه رفیق ما هم میتونه باشه رفت نگه قربون اون هیکلت برم من خیلی کجا به این شدی من تازه دارم چه پور میشه قربونت برم من بلش کن تو که جنبشه نداری چرا این زهر ماریا رو میرزی تو چیگره؟ بزنجا نفل منو تقیبه کله میشم منم حسن فرفرم یادت داره برش ببینم بسته دیگه تقیبه با بیا خیلی خب بابا چرا گریه میکنی؟ حالا چیزی نشده که آخه تو همه ناراحتی ها رو واسه خاطر من تحمل میکنی؟ واسه خاطر داداشمون که مریضه مجبوریم همه اینا رو قبول کنیم و الا کی حاضر میشه خواهرش تو کافه آواز بخونه اون وقت همه چه بگن رفیقشه بسته نخور داداش فقط محسن باید پاش خوب شه همین بیا این 200 تومن رو بگیر مزد این هفته منه بریم نسخه داداشمون رو بپیچیم قربون تو برم آبجی این پسره احمد چرا انقدر دیر کرد یه تاکسی داره میاد مثل اینکه اونه آره خودشه با تو کجایی چرا انقدر دیر اومدی سلام حسن آقا سلام فاتی خانم حالتون چه داره مرسی خوبه بی معرفت تو که همیشه سر دوازده اینجا بودی چطور شد امشب انقدر دیر کردی جون حسن آقای مسافر سوار کردم بردم سلسبیل از اونجا میگی که منو برد تهران خودتون حساب کنین با چه سرعتی خودم واسه خاطر شما رسوندم اینجا عجب کلکی حالا سوارشو بریم دواخونه نسخه مصاحبه ببینیم یالا ببینم بفرمایید برو بالا مگه کوری مرتی که
ماشین به این بزرگی رو نمیبینی؟ آقا تقصیر تو نوشته اینجا ورود ممنوعه مگه مستی؟ من مستم پسر این نفهم خجالت نمیکشی با من اینطوری حرف میزنی؟ خسارتشو باید بدی پسر ای حمال. من خسارتشو بدم رو تو برم خفه شو. آقا جیگول خسارتشو میده. تو دیگه چی میگی؟ سپر شما والیدی آقا خفه شو. حالا خلاف کردی زورم میگی داداش. تو خودتو داخل نکن، اصلا به تو هیچ مربوط نیست. من نمیفهمم این ماشین قرازه تو این خیابونا چی کار میکنن. نفهمیدم قرازه هیکلت عوضی یا لصدیر اکومینا. خفه شو، دستور میدن نمره تاکسی تو بگیرن. بگیرن؟ من شهر هرته، یا لصدیر میده یا نه. نخیر نمیدم. نمیدی؟ نخیر. داشتم ادرف و کنار بینم. آی پاسه با بله یا آقا رو بگیر چکر میکنی؟ بذار زمین منو، بذار زمین منو گولم میدی یا بکنه سره بینه چرخ میدی پول یا نه؟ آره میدم، برم کن نر رو بکنه. حالا شدی آدم حسابی، یال پول رد کن بید بینم. زود باش یال. والا یه شی برام نذاشتن، همه شی امشب باختن. چی؟ پول فردا بهتون میدم. پوزه عالی، جیب خالی. بینه پول مول دستی هم میخوای بهت بدیم که نگوشی. نخیل، متشکرم. بیا این کارت محل کارمه، بیا اونجا بگو رئیس میخوام پولتو بگیر. تو رئیسی؟ باشه، بیا احمد، من 100 تومن خسارت تو رو میدم. شما چرا اصلا من فردا ازش میگیرم، خودش میدونه جای دوری نمیره. تو باید ماشینتو تعمیر کنی جونم. آی جیگول، یاره در فردا صبح اول وقت سعدی رو حاضر کن، حاجیت میاد تجارت خونه. پرونده آقایون حاضر. بفرمایید. این چه مسخره بازیه؟ این که طرز تجارت کردن نیست. از امروز تجارتخونه من دیگه به هیچ قیمتی حاضر به معامله با شما نیست. بریم به ارباباتون بگین تا وقتی که حساب و کتاب شما درست نباشه ما از کار کردن با شما معذوریم. بفرمایید. آخه خانم، من خانم نیستم، شما با یه مرد طرفین، اینو تو گوشتون فرو کنی. بفرمایید آقای، خواهش میکنم. بفرمایید. ببین مسعود خان، بله. امروز دیگه هیچ کس حق نداره وارد دفتر من بشه، هر کس میخواد باشه، من نمیپذیرم. نگاه کن چی ساخته. واسه 100 تومن باید 100 طبقه بریم بالا. خدا ذلیلت کنه. بیکس من طبقه آخر خیلی عجله دارم. کجا داری میری؟ میخوام برم پیش رئیس. شما باید با پله بریم. ما چه اونه که با پله بریم؟ چرا این یارو با پله نمیره؟ ایشون غیر از شماست، این آسانسور خصوصیه، میفهمی یا نه؟ در زنجایی سفری نمی کنه، ما خصوصی هستیم. موسی و سلام، بالاخره ما دنبالت اومدیم. چه بوی خوشگلی میدی؟ چیه قربونت برم، من عصا قورت دادی اینجور شق و رق وایسادی؟ آقا بخست. ببین داشم، این آدرس رو بی زحمت بخون، ببین ما کجا باید پیاده بشیم. قبرستون. چی شد؟ پا این نشکه شما نمیدونستیم. آی آسان سوچی، این جنازه رو ببر دفنش کن، بو گند گرفته. داشم از شوخی گذشته، ببین این یارو رو میشناسیم، ما کجا باید پیاده بشیم؟ همونجا. از این باید با انبار حرف داره برد. ما که رفتیم، اما بی‌معرفت با مردم بهتر از این باش. چهار تا بگی دیگه بعد یه دیگه. نفهمیدم. بی بیرون بینم ناچس. داری به من کلک میزنی؟ من به دنیا کلک میزنم. حالا حالیت میکنم. حالا من با آسانسور میرم بالا،
تو باقی راه و پیاده میری تا پاهات واشه و همچی خوش اخلاق بشی. یالا ببینم من خوش اخلاق هستم. خیلی خوش اخلاق هستم. نفهمیدم حالا که فهمیدی باهات پیاده بری خوش اخلاق شدی؟ معلوم میشه آقا خیلی زرنگ تشت دارن. باشه شما هم زرنگ باش، اما یه شرط داره داداش، باید تا اون بالا میری همین تو یه دم بخندی. باشه میخندی؟ تا بریم تو آسانسور بخند. دلم باره سوخت. یالا بخند ببینم. ده بخنده. درست حسابی بخند. چرا یه خط در میون میخندی مرد؟ میخندی یا برسامه پایین؟ بابا همچی بخند که من کیف کنم. ایرونی بخند. بخند بخند ما که رفتیم. حالا که رفتیم همه جو بخند و در بیرون بیریزه. خب دیگه چه باید کرد؟ عصبانیه. آخه این که طرز معامله نیست. بله با داد و فریاد چه کار درست نمیشه؟ این وضع موقتیه، چند روز دیگه خودم موضوع رو براتون حلش میکنم. حالا بفرمایید. سلام علیکم رئیس. ها بگو با اومدم. اگه با رئیس کاری دارید به خودم بگید. با خودش کار دارم. شما بفرمایید. خدافظ. زود باش بینم. یال رئیس خبرش کن کار دارم. متاسفانه که لا اینم که نیستش. با کی کار دارید آقا؟ با کی کار دارم آقا؟ با آقای رئیس کار دارم آقا. خود منم. چه فرمایشی داری؟ رئیس دایی؟ نه غیر تو آقای رئیس نیستی. من آقای رئیس رو میشناسم. برو بگو خودش بیاد. بریم بیرون آقا. کی به شما اجازه داد بیاین تو؟ بفرمین بیرون. اینو باش، 18 تا صندلی گوشته واسه یه نفر. چه خبرته با؟ بفرم چون راحت باش قربون شما. یا الله الان بهت میگم. نه نیا کن چایی سفارش ندیا قربون شما. مگه شما هم مجسمه این که این مردی کرده را دادین تو؟ بیاییم بعد از اینش کنم نرشک. بابا بدون آهد باشیم جون من. باشه به تو میگم. ازیان نکن. باشه به ندارم که راحت نشستیم سر جاشت. یالا یالا بلنشی بری سر کارتون بینم. بدو این یالا مثل دو تا مادام موسیو برگردیم بری سر کارتون. بری گردش میره اون باشیم میره اون باشیم. من جای شما بودم آبجی، این عروسه جاپونیاره مینداختم دور، جنس بهترشو میخریدم. تو دیگه چه جونه بری هستی؟ موشان جان چی شده؟ سلام آقا جیگول کجا؟ کجا میگی؟ من دار به در دارم دنبال تو میگردم. دنبال من میگردی؟ روپای صدیر خوبینم. من شما رو نمیشناسم. شما کی هستی؟ عجب، پس تو آجی تو نمیشناسی. نه خیر، زود باش از اینجا برو بیرون. ولی دستو میدم با کتک بندازمت بیرون. آبجی تو همین کارو میخواست بکنه. خوب بیکرد. پس نمیشناسی ها؟ آی پاس باد بیا آقا رو ببینم. دلم خوبه. حالا شری یه پسر خوب. کسافت. پس این دسته گل تو آب دادی که این پسر. برو آبجی خودت قاطی مردا بر نزن بد نمیاد. بالاخره که چی صد تومنشو بده گورشو گم کنه از اینجا بره. حیف که زنی والا یه گوری واسه اردون همینجوری میکندم که هیچ گورکنی نکنده باشه. یالا پول رد کن بیا دیوار رفت. نه بری رفیقت بگی. من رفیقش نیستم فهمیدی؟ خیلی خوب بابا، دلخور نشو. دستت بندار. بدک نی، فقط یه خود پوزملوک و سیبیلش آویزونه. یا این پولتو وردار، تشریفتو از اینجا ببر. راست میگه. حالا با تربیت شدی. اما ما اینجوری پولو بهش ندادیم، باید دو دستی تقدیم کنه. بیا، ورد برو عمو. اولندش که ما عمود نیستیم، شم یادت نره. دومندش گفتن دو دستی، این باز یه دستیه که. خیلی خوب، بفرمایید، اینم دو دستی. حالا شد. خب ما رفتیم دیگه. فقط تو آب جیارت نره بی خود جستای مردا رو بلند نشو بهت نمیاد. حالا خیلی مونده تا مرد. برو بیرون. یالا دیگه معطل چی هستی؟ من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ منو که رو گل گیرم چرا سرم میدی؟ سعدی رو دارم میبرم چرا دلخوار میشی؟ خدافظ. این دیگه چه افتضاحیه؟ بیچاره پدرم خیال میکنه تو یه آدم قابل اطمینانی.
به خدا قسم مژگان جان، من تقصیری نداشتم. خیابون خلوت بود، تم میرفتن. در هر حال من دیگه از دست تو و حرکات تو خسته شدم. این وضع دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. مژگان جان، میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. وقتی با من عروسی کردی دیگه این مسائل خود به خود حل میشه و تو دیگه احتیاج نداری کارای مردا رو انجام بدی. این پنبرم از گوشت بیرون بیار که با من ازدواج کنی و اختیار ثروت پدرمو به دست بگیری. من ممکن نیست بذارم یه جوان عیاش و قمارباز سرنوشت خانواده منو به دست بگیره. پسر عموی منی باش، ولی هیچ وقت راجع به عروسی با من صحبت نکن. به خدا قسم دروغ میگن مژگان جان، میخوان بین ما رو به هم بزنن. قمارباز کیه؟ بس دیگه، اینقدر دروغ نگو. اینو بدون اگه من یه روزی ازدواج بکنم با یه مرد واقعی ازدواج میکنم، نه با تو. حالا دیگه برو، باهات کاری ندارم. اگه این مرده، پس اون کی بود؟ مگه این دختره مرده که میخواد خودشه جای مردا جا بزنه؟ من که از دستش زله شدم. همونی که گفتم، یا باید باش عروسی کنی یا دستشو از کارا کوتاه کنی، یا باید همون کاری که گفتم بکنی. نه مسو جون، من از آدم کشتن میترسم. دیوونه نشو، میلیون ها تومن پوله. جون یه دختر از خود راضی اونقدرام اهمیت نداره. پدرم که تو رو دوست داره و بهت خیلی اطمینان داره. پس دیگه معطل چی هستی؟ یا اون راه یا این یکی. حالا سب کن، من اول با عموم صحبت کنم، شاید همینطوری بتونیم از شرش خلاص بشیم. اون وقت اگه نشد یه فکری براش. باز چه کلکی داری سوار میکنی ناکسا؟ برو آقا برو. دفعه میدم حالا دیگه ما بریم. بله برو. خیلی خوب بریم. باشه. مرد مرد مرد، من نمیفهمم این مرد چقدر از خودشون راضی هست. توی بابا بیا تو باز کارده. برماشی داشتی. ازت یه سوالی داشتم. بفرما. ببینم مگه مردا چی دارن که من ندارم؟ خیلی چیزا خانم جون که شما نداری. مثلا چی؟ والا ببخشید، من مدت هاست که فراموشم شده. جوانی کجایی که یادت ده. تو هم که همه شوخه میکنی. امروز یه آدمی اومده بود اینجا که تا حالا ندیده بودم. با همه این مردایی که تا حالا دیده بودم فرق میکرد. همون جاهله که میگن امروز صبح اومده بود اینجا. بله خانم جون شما، اینا مرد واقعی هستن. اینا اهل صفا و معرفت هستن. اینا مردونگی و لوتیگیری دارن، نه این مردمی که شما باشون دارم خورید خانم جون. ببین بابا، تو منو بزرگ کردی. درسته. تو هم جای پدر من بودی هم جای مادر. درسته. اخلاق تو خیلی در من تأثیر کرد. صحیحه. من برای اداره کردن این تشکیلات مجبورم مثل یه مرد رفتار کنم. رفتار کنی؟ دلم میخواد همه از من حساب ببرم. دلم میخواد ببینم اینجور آدم ها چطوری زندگی میکنن، چطوری راه میرن، چطوری لباس میپوشن، چطوری حرف میزنن. ولی آخه خانم جون، شما چریختی میتونید با این سر و وضع مرتب همچین رو؟ بچرخ ببینم. بچرخم. آره بچرخ. نفهم میدم آره دیگه، ما بچرخیم. بچرخ بچرخ. لباسای تو اندازه من هست. لباس من؟ لباس چی؟ میخوام مرد بشم. شما مرد بشی؟ آره. آخه چریختی؟ تو به من کمک میکنی، تو به هم یاد میدی. من به هر قیمتی که شده باید مرد بشم. خدا جمع در درگیر. بسته دیگه، چرا اقا میخندی؟ چطورم؟ میزونه میزون. چه خوب قالب لباس ما در اومدی ها. دیگه معلوم نمیشه مزنم؟ نه، یه حرکاتت مردونه باشه، صدات هم یه خود گلوبتر بکنی هیچ که نمیشه. حالا کراتو بکش پایین تر، کتت هم بده عقب که سیاد پنتر. حالا مثل من را بیبینم اینجوری. بیا بیرم سینه تن باشه. بیا اینا رو هم بپوشون که تو کوچه گندش در بیاد. حالا هر چی که من میگم تو هم بگو. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ یه بوده غلیسا. چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ چطوری داشتم؟ بسه دیگه. خیلی خوب دیگه. آره یه بار عبدو باید بگه چطوری داشتم. گفتم یه دفعه بگو. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. گوش بده، یاد در اسمت داشکبره. تازه هم از بیرون آمدی. خیلی خوب فهمیدم. ببین چی میگم، هر جا من رفتیم دعوا و مرافع شد. گرچه من خودم هستم هوا دارم، اما بوز که ندم. مگه نمیشه دختر با تو یک کلمه حرف بزنم؟ آقا چیکار میکنی؟ وایت به دادم میگه میگم بوز که ندم. خیلی خوب دیگه. شک بزن.
اینجوری از این طرف از این طرف نفهمیدم منو میزنی نفهمیدم بی‌معرفت حالا دیگه لعلت هم میزنی آره عجب دست سنگینی هم داره حیف که بزرگت کردم ولی شیکمت سفره میکردم چی گفتی شیکم منو سفره میکردی ایچی بابا با تو که نمیشه حرف زد برو بریم زودتر میخوام بریم نگاه کن محمود و مسعود تو سالون با آقا دارن حرف میزنن فقط مواظب باش نبینن باز نمیدونم چه کلک ملکی دارن جور میکنن بری بینم بی خیاله اینا رو گفتم بگوش شیکمشون رو سفره میکنن ده نفهمیدم داشت اکبر حالا دیگه واسپم داری دو اکبر گلابی میاد خب اوضاع تجارت خونه در چه حاله والا اجازه بدین قربان خیلی معذرت میخوام کارمندان و کارگران مؤسسه به این بزرگی نمیتونن دیگه رفتار مژگان خانم رو تحمل بکنن به خصوص که ایشون تصور میکنن مرد بودن فقط به خشونت و تندی و داد و بیداده چه کنم؟ من که خونه نشین شدم دکترها برای قلبم قدغن کردن که کار کنم یه دفعه هم که نمیشه دست مژگان رو از کارا کوتاه کرد ولی وقتی با محمود عروسی کرد به تدریج خانم خونه میشه و تمام کارا درست بله ولی تا اون وقت دیگه همه کارمندان تجارت خونه متواری شدن اینم بی ارزگی خودته زنا همه لجوج و یه دنده هستن من که مکرر در حضور مژگان گفتم تو صاحب اختیار مؤسسه هستی چند دفعه بگم آخه همو جان شما خودتون میدونید که من چقدر مژگان دوست دارم برای همینی که نمیخوام ناراحتش کنم بله تو هم راست میگی من خودم بهش تذکر میدم که از فردا تمام کارا رو تو اداره بکنی ببینم الان کجاست چه سرد اینم که میافته پایی پسی تاسکی کو بابا این صدا دیگه خود کلوف کن باز که یادت رفت چطوری داشتم چطوری داشتم چطوری داشتم چطوری داشتم بابا دیگه کوک میکنم عجب غلطی کردی یه چیزی یادت دادی با خدایا امشب خودم به تو سپردم ای تاسکی تاکسی نگرده بینا نگرده بیمعرفت چه بیمعرفتی بودا یکی دیگه داره میام نگرده 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 از گوه زیر ماشین بابا کجا بخواییم بریم؟ راه من طرف پایین ها واسه ما فرق نمی کنه داشتم ما میخواییم بریم یک کافه میزونی عشق بکنیم چطوری داشتم؟ قربون تو معلومه شه تو این شهر غریبی آره داشتم به یه کافه آلیش دراغ دارم که آوازخونش معرکه است رو دست نداره بپریم بالا بینم الو کرمون الو کرمون اینجا دلم از عشق تو فرمون اینجا کجا هستی بگون یارم کجایی چه وقتی جانب تهرون میایی خانم عشقا گرفتی خانم عرقی گرفتی ببخشین خیلی مرسی الو از من نترسی حواسم بالا پسته خودش این خیلی شرطه همین حالا میگیرم رشت و گرگون میخوام دلدارم و خرشون و خرشون خانم اشتباه گرفتی خانم عوضی گرفتی میخواستی زود بدی زودتر جوابم چرا این وقت و دیر رنج و عذابم اگر تو رشت و گرگون یار نمیدی نمونم تو که شهر اسمهونه بگیرم اسفهونو همون نصف جهونو الو های اسفهون یار من اونجاست بگو با من دراب دار من اونجاست حالا شهر خراسون رو میگیرم دشت تبریز و زنجون رو میگیرم میپرسم به همه مردم شیراز الو آبادان های مردم اهواز بگین یار من اونجاست برو بایران بگو قصر شیرین آی کرم و شاهان خانم اشتاق رفتی خانم اشتاق رفتی بحشر بخون بیمار فرد برا فهمیدم جارو بگید من خدای فروغ خانه من بر فهمیدم بری هر جا که باشی اگر اینجا و یا اونجا نباشی خانم درست گرفتی خانم اشتاق رفتی خانم درست گرفتی الو کهمون الو کهمون اینجا برام از عشق تو پرخون اینجا کجا هستی بگو یارم کجایی چه وقتی جانب تهرون میایی همین فردا میام من عوض خواستی میام من همین فردا میام من عوض خواستی میام
مشکل میخونه ها. آره با خوب چیزی هم هست. نفهمیدم تو مثل یادت رفته کی هستی چی داری میگی؟ راست میگی. چی میخوری؟ یه پنج سری کشمی. کشمی؟ نداشم یه بات ویسکی بیا. نه دوکرو ویسکی میخواد. شوخی نکن اول این پولیشو داری ارد میده یا یکی جونه برای تو جیب سقاب باز میکنه. خوش نکن سر به سر میذاره همون پنج سری یه پرت کباب برده برده بیا. آره داشتم برمینی شرط تو اینکه سر به سر هم نکنه. آره خبار رو تکار کنه. ببینم حواست کجاست؟ این دختره که آواز میخون تنها دلم میخواد برم پلوش بهش بگم خیلی مشتی میخونی. ولمون کن بابا اینا هر کدوم صاحب دارن بی خودی ما رو تو اچل ننداز. یارو لندی که رفته تو نخ جیلا نمیدونه چه بله به سرش میاد. جون تو نمیشه واسه برم ازش تشکر کنم بگم خیلی خوشگل خوندی. گوش کن اکبر دیگه داری منو کلافم میکنی ها. میگم نمیخواد بری ازش تشکر کنی. بالاخره امشب یه کاری دست ما میدی ها. درسته بالاخره تو لاله من بعد صرف تو گوش شده با همینجا منتظرم باشه الله برام وای زبی بیرد بیمار فرم اجازه میفرمایی خانم میتونم بشینم؟ البته خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. شما چقدر با تربیتی. صدای شما خیلی قشنگ بود خیلی زیاد بی اختیار دلم خواستیم سر میزتون بهتون تبریک بگم. ممنونم محبت داریم. مثل اینکه شما اهل تهران نیستید. نه خیر من شهرستانی هستم. راستی موی کلوپاتری خیلی به شما میاد. به نظر من شما هیچ وقت نباید موهاتون رو شینیوم بکنید. اینطوری خیلی بهتون میاد. منم همیشه موهامو شما چی؟ منم همیشه گور خودشه داره میکنه. اونم میره اگه اصلا یه گلاغ من چپ بشه. تو شو بیا. نفهمیدم بچه هستنی اومد الان تو را بیام. آره الان لندگی عجلش رسیده. آره یه تموش نمی کنی یا استاد آه حالت چه چینه تو پیستر می بلش کن حسن. چطور جارت کردی؟ این آقا از من اجازه گرفتن من گفتم بشینم. خیلی خب پا بشین دیگه تموم شد. خوش اومدی داشتم شاکرت هستم فرفره. شما؟ منم نوکرت اکبر. چطوری داشتم؟ قربون تو اکبر چی؟ حتما یه پشمندم داره. اکبر اکبر رتیم اکبر چیست؟ اکبر چیست دیگه؟ اکبر لانکاستر. نه بابا آره. اکبر لانکاستر آره. اکبر لانکاستر میرم همون آرتیستی که فیلم های بزن. آره دیگه فیلماش خیلی دوست دارم تو نمیری. از اون یک که بزن هاست خیلی خوب بازی میکنه. این یه چه جلکیه باشه اومد هیچی بهش نگو بس که فقط با سما دومه باشه اومد بابا. آه ایچی دیگه گندش دارم داریم کن دیگه داشتم. آه اکبر آقا بگو خواب به سلامتی رفیق امشب اون اکبر آقا لانکاسته نوکرشم. برو بالا. بالا؟ کدوم بالا داشتم؟ بجون ما بازی در نیار. اکبر خیلی خوشمزه است. میگه کدوم بالا. خب بفرستش تو حلقه دیگه. آه قربون. چی هست؟ کیش میشه نوکرشم بخوره جا میاد. شاید نخواد بخوره. یعنی دست من رد میکنه. تو این شهرستانیه رو نمیشناسی. صد تا منو تو رو تو عرق خوری کله پا میکنه. برو بالا اکبری مرگ هستم. برو بالا این تن بمیری با خود دیگه. نوشه جونه جونه تو دستم ای داده بیداد خیلی با اومده هستی. یه گیلت دیگه با گروشنده قربون تو داشتیم قربون تو. حسن جون برای اون پول امروز رفتی؟ آره اما کاشکی نمیرفتم. هیچی یه دختری اونجا بود بی معرفت مثل که ناف آسمون افتاده بود پایین. اینقدر گوشتلخ بود که با یه مقلبا نمیشد خوردش. آخه اون رئیس بوده.
تو از کجا میدونی اکبری؟ حد زدم جون تو. آره خوب فهمیدی، میگفتن رئیسه، اما چه رئیسی؟ اصلا بهش نمیومد، دست مربای آلو پشت یه میز گنده نشسته بود. آره خلاصه بساتشو به هم ریختم. همین تو تون تون میریزه تو اندقه بلا. نگفتم باسته دیگه میترکی. لندوکه رو مثل ماهی که آب میخوره می میزنه. آره بابا اصلا نه جیبش نیز آخوردانه چه خامی کنه بابا همین دونه. حتی فرفره تو میره قرقرم نیست. آره بابا خب پشو بارو تاکسی احمد برو من بعد میام. جون من دعوا نکنی. نه جون تو ناراحت نباش پشو بارو. آرام جیتاره به اتاره اینجا جای زنانی. عوض شد مهمونه تازه وارده من بیا اعترامی کنم و همینطوری بشینم نگاه کنم. آره بلنش به دربا خوشو بریم. بریم خانم با شباب ببخشید آقا چی شده دربا؟ آره بریم آقا خب ما غرغر هم نیستیم آتقیبی کله. آره بیمیم یه ما لندو کیم آتقیبی کله. منو بگن آتقیبی کله. آتقیبی کله آتقیبی کله. آره بیا بری خونه. آره من نفس خلی بابا. نفهم به دواله دیگه آرام نیست کشی. اکبر آر جارو باید بیبریم. بیبریم حسابه نمیدارم. چند کنیم. آره بری. آره بری. آره بری. آره بری. دلم از غصه پردرد عزیز من دلم کرده دلم گرمه تنم سرده. از جا خشم دلدنش باشیم بریم یه شاده که بسش بزنیم باشیم. زمستون هوا سرده دلم هم از غصه پردرده عزیز من دلم کرده دلم گرم تنم سرده دلم گرم تنم سرده جانم گرم شنم هوا سمزه زمسونه سر و بمزم پریشونه خدا یار مسلمونه دلم خونه دلم خونه دلم خونه دلم خونه زمین برف همه جا لخت و اوره فقیر بینوا خونه نداره شبا جا گگدا پیش تنوره
از آه سینه سوزی گرمی کجا ببخشد. در موسم زمستان درویش بی‌نوا را عزیزه به من دلم کرده دلم گرم تنم سرده دلم گرم تنم سرده. آب دیگه گردش بسه. آره با مومن لاله کردنه. نه آف بپا خب رسیدیم دیگه همینجا. کجا رو میگی رسیدیم؟ خونه داشت همینجا هست. راستی بینم واسه امشب جایمایی تو مسافرخونه دست پای کردی یا نه؟ نه بابا من از این مسافرخونه نمیرم. اگرم یه وقتی برم میرم هیلتون. آره تو میری هیلتون. آره. مگه خوابشو ببینی؟ بیا همینجا بخواب بی خودی جستم بلند نشو. یه گلوه درویشی و یه لقمه خوابم حاضره. کجا اکبری بایست بینم؟ میخوام برم خونه بابا. یه دفعه زیر ماشین با گیر عجب قرمت جفتریم تو. برو بالا بینم. ده نشد ده آسانسورش کوه. عجب گیری افتادیم ها بابا. آسانسور چیه؟ آها همونه که امروز سوار شدم گری میره بالا. آسانسور خیلی خوب سب کن سب کن اکبر آقا بفرمای اینم آسانسور. سب کن حالا درشم واسه دعا کنم. بفرمای یاله بریم بالا بینه اکبر آقا بفرمای بریم بالا. این طبقه اول، اینم طبقه دوم، اینم طبقه سوم، این طبقه چهارم، اینم طبقه پنجم، رسیدیم، اینم طبقه ششم. خب آسانسور چرا مرخصش کن بره دیگه باش کاری ندارم. خیلی خب پسر برو دیگه باش کاری ندارم. رفتش بختش بفرمو بفرمو دوبار اتاق جنابالی حاضره. بفرمو بتمرکز بفرمو میبینم. بفرمی همینجاست. آفتاب گیرم هست. از تمام هتل هیلتونای دنیا هم خوشگل تره. دیگه با تو کاری ندارم پسر جون. میتونی بری بیا اینم انعام تو مرخصی برو بینم برو. خیلی خوب بابا حالا بیجی بخواب. این دیگه چیه؟ من که میز نخواسته بودم. اینو از این وسط ورش رو بنداز دور. این دست و پا گیره برادر. گفتم که اینو ورش داریم به دردم نمیخوره. لا لا دیگه یواش یواش داری اون رو منو بالا میاری یا بابا این میز نیست که کرسیه. اچو ارمی تو تا حالا عرق نخوردی که اینجا رو با هیلتون اشتباه میگیری. بابا بگی بخواب کشتی منو خستم کردی. اینجا همومش کجا؟ همومش سر گذره. خیلی خوب پس بگو قراغش کنن میخوام دوش بگیرم. حیف داشت اکبر خیلی چاکرتم ولی الان یه دوش گرفتن یادت میدادم که هیچ وقت یادت نره. بابا حالا چه وقت هموم گرفتن نصف شبم گذشته. بیگی بخواب نوکرتم. خیلی خوب بابا خیلی خوب. نیا کن ما رو بگو با کی طرفی؟ چی شده؟ بینم سرسینه رو ببینم کدوم زورخونه کار میکنی ها؟
من زورخونه کار نمی کنم. اینایی که میبینی خدا دادیه. ماشاءالله. من ببینم نگاه کن. ماشاءالله. خواب قربون تو اکبر جون، من دیگه رفتم بخوابم. معطل نکن، تو هم برو میگی به هفت تا فردا حالا جا بیا. الو تهران، الو پاریس، اینجا دلم از عشق تو لبریز، اینجا الو لندن، الو تهران، اینجا دلم از عشق تو ویلیون، اینجا الو تهران، الو پاریس، الو تهران، الو پاریس، داش اکبر، داش اکبر، بس دیگه، من نمیدی بچه مریضه، بچه ما مریضه، خوابیده. الو تهران، الو پاریس، اینجا خیلی خوب، میخوای بری پاریس؟ دلم از عشق تو خیلی خوب، برو پاریس. منم جونم ندار، اومدم باید یه کار کوچولویی دارم کوبی جون. ایوو ارسیدم، خیال کردم جنه. تو این دوشلی چی میخوای آقا جون؟ ببین کوبی جون، اینا که قربونت برم، میتونی یه کاری واسه من بکنی؟ آقا جون شما هم عجب توقعاتی دارین، این وقتش منو بیدار کردی باشم یه کاری براتون بکنم؟ نه جونم، کار بدی نیست، خواستم ازت خواهش کنم اگه امشب یا فردا صبح آقا پرسید خانوم کجا، بو سر شب اومده گرفت خوابی. با خدا مرگم بده، چطور مگه رفته ددر آقا جون؟ نمیدونم کدوم گوره سونی رفته. خوردن بدیم به من؟ خیلی تشنمه. یه جونم بخور. تو کی هستی؟ اسم من محسنه، داداش حسنم. تو کی هستی؟ منم اکبرم، رفیق داداشتم. باهاش تازه آشنا شدی؟ خیلی داداش خوبی دارم، نه؟ نمیدونی چقدر واسم زحمت میکشه. پا چی شده؟ درد میکنه؟ من پا مریضه، میگم فلجه. ببینم محسن جون، چرا پیش یه دکتر نمیری که مالجت کنه؟ آخه اون دکتری که بتونه پای منو خوب کنه خیلی پول میخواد. داداشم هم که نداره، اونو فاتی شب و روز چون میکنن که پول دوا دکتر منو بدن. ببینم اکبر، تو پات درد نمیکنه؟ من؟ نه جونم، فقط چونم درد میکنه. خوش باله، انقدر دلم میخواست منم مثل بچه های دیگه بازی کنم، مدرسه برم، اما با این پام نمیشه. قصدشو نخور جونم، خدا بزرگه، ایشالله که خوب میشه. نه میدونم، اینا رو واسه دلخوشی من میگی، اما از امروز من یه داداش دیگه هم پیدا کردم، تو یک بر. قربون تو، مرسی. خب من دیگه واس برم. اساسا خداحافظی نمی کنی؟ دلم نمیاد بیدارش کنم. خداحافظ کوچولو. خداحافظ. نکم از بخوابم. داداش پاشو دیگه، چرا میخوابی؟ هی فاتح تو هم پاشو بابا، دیگه کله زوره. یا الله بابا، هی پاشو دیگه داداش. بچه چه خبرته؟ تو هر روز تو هی باید ما رو اذیت بکنی؟ مگه تیغ خوردی پسر جون؟ آره. سلام داداش. سلام، پشت سوار آتیش کن فاتحشو. صبح زود آتیش کردم. ده باری کلا، پا ورد بیارش. اکبر، اکبر کو؟
چی میگی مگه اکبر زیر کرسیه؟ آره با دیشب با هزار زحمت آوردمش خونه. یه مسی کرده بود که خدا میدونه. یه تیارتی میداد تماشایی. اینجا رو میگفت هتل هیلتون، کرسی رو میگفت میز، منم خیال میکرد پیش خدمت و مهمون خونه. بعدم نگفته داداش به قیافت میاد. ای کلکه شیطونه بایا. کجا رفتم؟ حتما رفته دست با. نه بابا خودم دیدم رفتش. نزدیک سهر بود تشنم شد اون یه لیوان آب به من داد و خدافزی کرد رفت. عجب بی معرفتیه. بچه رو منو بیدار نکرد؟ نه بابا گفتش دلم نمیاد بیدارش کنم. حتما رفته کله پاچه رو بزنه. آره. چایی رو بیرز ببینم. فاتی جون بعض خودم نباشه پسر خیلی خوبیه. خیلی به نظرم نجیب و سر برا میاد. نکنه مسعودی بلای سرش اومده باشه. نه بابا از اون عرق خورای قهاره. من میدونم الان ککشم نمیگزه. قپراغ قپراغه. خودشم همچی میزونه میزونه. آی سرم، آی سرم ترگیده. آخه بابا جون شما رو چه به مشروب خوردم؟ آی سرم داره یه برو بالا الان سر خوب بشه. این دیگه چیه؟ بخو برو بالا. تو چرا اینجوری شدی؟ بابا ای والا شما دیشب با بطری خوابودی تو مخ من. تازه بگی چرا اینجوری شدی؟ بابا دست خور. درسته این عرق عجب چیز بدیه. این دعوا و کتککاری و این چیزا هیچ دلیل مردانگی نیست. خیلی چیز وحشتناکی بود. همه مزه مردی به همین دعوا و مرافعش. خانم جون چی داری میگی؟ آره راست میگی. برو بالا. اما تو این شهرم عجب آدمایی پیدا میشن. این تازه یه چشمشه. شما خیال کردی به همین راحتی کت و شلوار مردونه پوشیدی رو مرد شدیم؟ نه جونم. چیزای دیگه هم داره. اونا یه چیزایی که این لله پیرت میدونه. آره مثل این که خب حالا پوشید زودتر لباس دورو بپوشید سروتون درست کن که پدرت شما رو با این حال نبید. یاد بیده خب چطور هنوز نایمده؟ عجیبه. من فکر کردم صبح زود اومده تجارت کنه. گوشی نگهدار. سلام آقا جون. کبرا خانم خونه است یا رفته؟ تو اتاقشونن آقا جون. الان میرم ببینم چرا تا حالا نایمده. شما کارهای تجارت خونه رو انجام بدید. مگه خانم دیشب ساعت چند اومد خونه؟ والا مثل اینکه اصلا دیشب خونه نیومدن آقا جون. چرا مزخرف میگی؟ چطور ممکنه خونه نیومده باشه؟ خب به من اینطوری گفتن آقا جون. بریم ببینیم. خب حالا تا پدرتون نیومده زودتر بریم تجارت خونه که بهانه دست اون بدجنسا نشه. خیلی خب بریم. سلام. سلام پدر. سلام. ببینم چه اتفاقی افتاده که امروز سر کارت نرفتی ماشکا جان؟ من حالم خوب نبود یکم دیر از خواب بلند شدم. چه بوی عرقی تو این اتاق میاد. این چیه؟ چیز قربان این مربوط به کله بنده است. زرد شده بود یه خود الکل زده. بله بله قربان. شنیدم تو اصلا دیشب خونه نیومدی. کجا بودی؟ من پدر اختیارت قربان ما اینکه سوپ سفیدیم. خود ما دیشب خانم آوردیم تا تو اتاق. تو دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. مگه خود شما دیشب تو دیگه حرف نزن. حالا دیگه ما حرف نزنیم. نه حرف نزن قربان. پیش بنده در برو بیرون. برو ببینم بودو. ببین مژگان جان درسته که این روزا مرد و زن در همه کارا با هم دیگه مساوی هستن، ولی تا وقتی که زنا فوت و فن کارهای مردا رو یاد بگیرن خیلی طول داره. به نظر من بهتره کارا رو به محمود واگذار کنی چون اون بهتره داره میکنه جان. نه پدر شما هنوز محمود رو نمیشناسید. چون میدونه شما وصیت کردین که ما با هم عروسی کنیم و اون صاحب اختیار ثروت شما بشه به شما اظهار علاقه میکنه. این چه حرفیه؟ من به محمود بیشتر از دو تا چشمم اعتماد دارم. پیرمرد احمق زودتر نمیمیره از شرش راحت بشه. با این دختر از خود رازیش پاک منو دیوونه کرده. فعلا که وضع بر وفق مراده. دست دختره رو کوتاه کردیم و تو جاش نشستی. نقشه همین بود که عملی شد. نه اینطور نیست. من باید باهاش عروسی کنم. غرورشو بشکنم. اون به من خیلی توهین کرده. فقط مواظب باش نفهمه تو زیر زمینای انبار چه خبره. چون اگر بو ببره کارت خراب میشه. نه نترس. گوش کن ببینه 30,000 تومان دیگه از حساب تجارت خونه بده من. امشب میخوام برم بازی کنم.
این آخرین پولیه که بهت میدم. وقتی نقشمون عملی شد میتونی هر چقدر دلت خواست پول برداری. اون وقت دیگه به هیچ جان بر نمیخوره. شما با اجازه کی جای من نشستید؟ والا عموجان دستور دادن. شما دیگه از امروز هیچ سمت اینجا ندارید. البته به عنوان نامزد من میتونید اینجا تشریف بیارید، ولی به عنوان رئیس نه، نمیتونید. عجب. پس محمود خان رئیس اینجا شدن، بله؟ ببینید بله. محمود خانم، من فکر میکنم اینطوری خیلی بهتره، شما هم راحت ترین. بله درسته، فقط من یه کارایی دارم که باید انجام بدم بعد مرخص بشم. ببخشید، اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم، بفرمایید. این مدارک و ساعت کار آقای رئیس جدید در هفته گذشته است که تا یک ساعت دیگر به آقای تلاچی پدر بزرگوارم تقدیم خواهد شد. شنبه صبح سازش با نمایندگان تجاری ما بر علیه منافع شرکت. بعد از ظهر قمار در منزل فراهان به اتفاق میمی و فیفی. باخت 50,000 تومان. یک شنبه صبح جعل اسناد رسمی تجارتخانه. بعد از ظهر قمار. باخت 40,000 تومان. دوشنبه صبح حمل مال و تجارهای مشکوک و انبار بزرگ. بعد از ظهر تماس با اشخاص ناشناس برای فروش آن. شب قمار باخت 20,000 تومان. علاوه بر اینها نوار ضبط شده از صحبت‌های جناب‌عالی که همین امروز به آقای تلاچی تقدیم خواهد شد. آره دیشب خیلی خوش گذشت، جات خالی بود، خیلی باختم، اما تو جا از دلم در بود. این پیر مرد احمق که آدم حسابی نیست، یه پشتن و دوره. بالاخره تمام ثروتش مال من میشه، اگرم لازم شد کلکشو میکنم. عجیبه، من فکر نمی‌کردم محمود خان شما تا این حد در کارهای تجارتخونه اخلال کرده باشید. بلند شید. مژگان خانم راست میگن، شما اصلا لیاقت این مقام رو ندارید. خب، حالا برو پی کاره. بازم بهت رحم میکنم، ولی بدون اگه بعد از این کوچکترین کاری بکنی همه این مدارک و مدارک دیگه‌ای که موجوده به پدرم میدم. برو. راستی مسعود خان، بعد از ظهر برای سرکشی به انبار میرم. بگین آماده باشم. چشم. آقای دکتر همایون، من مژگانم. مدارکو باید از بین برد، نوار ضبط صوتم نابود کرد. اگه امروز بیاد انبار و اجناس قاچاقو ببینه کار هر دومو زاره. دیگه آرزوی ثروت پیرمرده رو به گور میاره. آره هر چی بگی میکنم. محمود راه دوم باید انتخاب کرد. امروز که اومد انبار کلکشو طوری میکنیم که آب از آب تکون نخوره. بله آقای دکتر، آدرسو که یادداشت کردیم. بله بله درسته، همینه. پسر بچه کوچیکیه که پای راستش فلجه. خواهش میکنم اول ماینش کنیم و نتیجه رو به من اطلاع بدین که بعد برای مالجش اقدام کنیم. بله. و صورت مخارج برای من بفرستین، خودم میپردازم. نه خواهش میکنم، ولی هیچ کس نفهمه که این کار از ناحیه منه. اصلا اسم منو نبری. خیلی متشکرم، خداحافظ. بله خب مواظب باشین اتفاق عادی جلب کنه. خوب فهمیدین چیکار کنید؟ تو سرشو گرم می‌کنی، تو هم اتومبیلش خراب کنی. اون وقت مجبور با تاکسی بره، البته با اون تاکسی که ما دلمون می‌خواد. یلا برید.
که تو ندارین مگه همچی چیزی ممکنه؟ والا به ما ندادن. این چه مسخره بازی؟ من نمیفهمم. مگه به شما نگفتن که خانم تشریف بیارن؟ نگفتم. بریم تو دفتر تا تکلیف اینا رو روشن کنم. یادت نره دفعه دیگه که اومدم باید حتما کلید انبار زیرزمینی رو داشته باشی، فهمیدی؟ چشم. والا سرکارت با من داشه. نقشمون عملی بشه برای همیشه خیالت راحته. خدا کنه بچه ها خوب کارشون انجام بدن. روشن پیبه چرا روشن نمیشه؟ این که درست بوده میرن. برو پایین یه نگاهی به موتور بکن. نفهم میدم حالا دیگه ما بریم نگاه کنیم. ما که چیزی سرمون نمیشه خانم جون. نمیدونم چرا روشن نمیشه. خانم شما با تاکسی بفرمایید خونه میکانیک که اومد میدم درستش کنه میفرستمش خونه. آقای محمد یه تاکسی صدا کن. خانم الان تاکسی میاد. پس تو بمون ماشین رو بیار. شما چی خانم تنهایی؟ نه ترس عیبی نمیکنم. حالا دیگه عیب نمیکنی؟ بفرمایید. چرا وایسادی؟ مگه میخوای مسافر سوار کنی؟ چرا نکنم؟ این همه راه صرف نمیکنه. دو تومن میدی میخوای سوار نکنم؟ بیایی بالا. فاتی چرا بردش مریض خونه به این دوری؟ آخه دکتر جدیدش اینو گفته. ای بابا چی شو؟ مثل که تو اون تاکسیه که رد شد خبرهاییه. ببین مثل که بیچاره رو دارن خفش میکنه. آره؟ زنم هست. آره؟ بسن محتشو نکن. خانم بد اخلاقه؟ به خدا اگه میدونستم 30 سال نجاتت نمیدادم. نمیدونی چقدر قیافه نصر دلخورم نفله. هنوزم دیر نشده. میتونی صداشون کنی منو بدی دستشون؟ نه این دیگه هم مردونگی به دوره. والا همین کارم میکردم. خب حالا ببینم چطور شد تومه این ناکسا شدی. این دیگه به تو مربوط نیست. برای اینکه منو نجات دادی خیلی ازت متشکرم. اما از دیدن قیافه منحوست خیلی هم مچلم. نه بابا بکش پشت دوری. آی احمد خانم بی برسون در خونه شما حاصله دیدن قیافه پختون نست و ندارم. زود باش برو خالیش کن برگرد. به پتورا کلک دستت نده خیلی حقه است. از اون بد اون اوقای روزگاره. زود باش احمد تنگ غروبه. باید برم مریض خونه میترسم دیر بشه رام نده. یالا بقی خالیش کنه برگرد. بی معرفت جایی دخ شما درد نکنه لغازم میگه. Thank you.
چیز عجیبی. آخه چطور میشه تا حالا نیومده باشه؟ به تو چیزی نگفت؟ نه قربون، خانوم به من دستور داد ببونم ماشین بیارم، خودشم با تاسکیره. ترسم بلایی سرش اومده باشه. نمیفهمم، اگه من 100 دفعه به تو نگفتم مواظب دخترم باش. بنده بی تقصیرم قربون. پدرم خونه؟ مسی که اومد قربون. سلام خانم جان. سلام. سلام پدر جان. مشکان جان کجا بودی؟ خیلی برای تو دلواپس شدم. یه راننده تاکسی با دو نفر دیگه میخواستن منو بکشن، اما یه جوان با غیرت رسید منو نجات داد. عجیبه، روز روشن، این دیگه خیلی مسکه. نفهمیدی کی بود؟ نه، نمره تاکسی هم حتما قلابی بود، اما میدونم از ناحیه کیه. منظورت کیه؟ بعد معلوم میشه، وقتی که فهمیدم تو اونم بار چی قایم کردن بهتون میگم. انقدر با محمود بدی که خیال میکنی هر کسی کاری بکنه تقصیر اونه. خانم درست حرف میزنن. آره دیگه حرف نزن. آره دیگه ما حرف نزنیم. اصلا میدونی چیه؟ تو دیگه خیلی پیر شدی. نفهمیدم. آره دیگه ما پیر شدیم. برای من احتیاج به یه مستحفظ با عرضه تری دارم. درسته عمو جان، حق با شماست. مشکان احتیاج به یک مستحفظ با عرضه داره. نه من احتیاج به مستحفظ ندارم، خودم میتونم از خودم دفاع کنم. نه جانم، معلوم میشه خیلی طمع به مال و ثروت و زیبایی تو دارن. بهتره کسی مواظب تو باشه جانم. محمود تو کسی رو میشناسی؟ بله قربان، بله، فردا صبح یه نفر رو خدمتتون معرفی میکنم که کاملا قابل اطمینان. قربون بنده خودم یه نفر رو میشناسم که. تو دیگه ساکت. حالا دیگه ما ساکت. خب محمود جان، فردا صبح با خودت بیارش. بیارش. چشم. پس اجازه مرخصی بفرمایید برم ترتیب کارا رو بهش میکنم. برو به کارات برس. مرسی. برو. بیا دختر، بیا. این چیه؟ تعریف کن ببینم موضوع چیه. آخه چطور شد این اتفاق افتاد؟ چرا مواظب خودت نیستی؟ تو بفرما رفیق اکبر، رفیق امام هم بفرما نوکرتم. حالا دیگه ما رفیق تو شدیم؟ مگه ما چمونه پدر؟ خب خود بی‌معرفتش کجا؟ جون تو خیلی سفارش کرده بود که برات کار پیدا کنه. من یه جای خوبی رو واسه دست پا کردم. آها نگفتم، نگفتم یه اکبر خیلی رفاقت سرش میشه، همش به فکر منه. خب چه کاری هست؟ والا ارباب من یه کسی میخواد که همه جا دنبال دخترش باشه و ازش محافظت. نفهمیدم، یعنی دنبال دختره باید را بیفتن؟ آره دیگه. خیلی خوب، اما بینم بوقش چنده؟ ما یه هزار چون خدا. هزار چون بدک نیم.
اما با این دختره امروزی مگه میشه ساخت؟ نه بابا از اوناشی چی میگی؟ کور خوندی تو ببیری یادت نره تو ببیری زدی آره دیگه من فقط شبا نمیتونم بمونم ساعت 12 باید اینجا باشم قبول ارباب من هیچ کسی رو بهتر از تو نمیتونه پیدا کنه خب قرارم کجا؟ فردا ساعت 8 صبح در خونه خیابون آذری چه مشکی شماره 18 سلام علیکم اوه اومدی؟ زود داشت بیتون بیه تو تا دیره شده میترسم اون یکی بیاد بودو اون یکی که دیگه بودو که خوب موقعی رسیدی ارباب تو ایبون نشسته مونده جاید خود یادت باشه تو میری زدی یا کلک من خیلی خوب بیه تو دیگه حرف نزن سلام علیکم سلام قربون سلام ایشون همون مستحفظی هستن که خاصی همون مستحفظی که قرار بود امروز محمود بفرسته خیلی خوب ببین پسر جون من احتیاج به یه نفر دارم که همه جا مواظب دخترم باشه ازش محافظت کنه حاضر این شغل قبول کنی؟ پس بفرمایید یه سگ گله گردن کلفت لازم دارین که مواظب اون باشه این سگ که هستش نه پسر جون تنها گردن کلفتی شرط نیست باید عقل و هوش هم داشته باشه تو به نظرم جوان باهوشی میای من حاضرم با مایه 1000 تومن استخدامت کنم که از صبح تاشو مواظب دخترم باشی یک قدم ازش نباید جدا باشه قربون قبول ما تا حالا این کارا نکردیم اما یه دفعه امتحان میکنیم ببینیم چی میشه چطوره پدر؟ بله قربون این آقا پیداست که دیوونه با شرفیه هیچ که بهتر از این نمیتونه این کارا انجام بده تو دیگه حرف نزن حرف هم میدم آره دیگه با حرف نزنیم خیلی خب پس قول بده قول مردونه که هر اتفاقی بیفته این کارو تا آخر دنبال میکنیم باشه قربون قول میدم قول مردونه یه مردونه پس دست بفرمایین بیا ببین چی میکنه چی؟ مشگان جان این آقا همونه که باید محافظ شما باشه بیا جان ایشون هستن؟ این که خیلی کوچولو مچولوه به درد نمیخوره فلفل نمین چه ریزه نه از قیافش پیداست که پسر زبرت رنگیه بچرخ ببینم بچرخ بچه بچرخ لا 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 بفرما بازم بچرخ بفرم مثل اینکه بد نیست اما باید ورزش کنی تا خوب بشی دهنه تو باز کن ببینم آره دندوراش هم که برده بیمعرفت مثل که میخواد عصب بخره نه بابا ما نیستیم این چیه دیگه آخه مار خیلی از پونه خوشش میاد در لونش هم سبز میشه ولی فراموش نکن که تو به ما قول دادی قول مردونه آره دیگه چه کنم ما همیشه چوب همین چیزها رو میکنیم خوب فهمیدی چی گفتم اصلا؟ خیالتون تخت و تخت باشه حساب دختره رو میرسه هرچی بهت گفتن قبول کن اگه نقشه‌ای که با هم کشیدیم عملی بشه پول زیادی بهت میدن ما واسه پول همه کاری میکنیم خیلی خب بریم بریم وایسا مشکان بالاخره تو احتیاج به یه مستحفظ داری من دلم نمیخواد کسی مزاحم همون جام سلام ولی این آقا همون مستحفظیه که قرار بود امروز بیاره چطور شد نفهمیدم من خیال کردم این آقاست اون که باید میواد اینجا والله ما هم خیال کردیم که دیگه حرف نزن حالا دیگه ما حرف نزن خورده اینجا آخه اینکه شما انتخاب کردین به درد هیچ کاری نمیخوره شما اندام اینو نگاه کنید چقدر برازنده حالا ما به درد نمیخوریم جیگول اگه یادت رفته یه مشتمالت بدم خفش و جوجه مشتمال تو همون میدن گفتی جوجه؟ جوجه را آخر پاییز میشمرن داشن به نظر من اون که گردن کلفتره باید محافظ من باشه حالا بهتره با هم دیگه ترمز ترمز کن همچی ترمز کن ما بی خودی کسی رو ناکار نمی کنیم خواب سر میگن شطور در خواب بیند پنبه دونه چه خبر مگه اینجا گود زورخونت آخه البته اگه این آقا میترسه دعوا نکنه بهتره چون ممکنه از دماغش یه دفعه خون بیاد بعدم خونه ببینه و بیفته و قش بکنه نه بابا طوری نمیزنیمش که قش کنه فقط دندوناشی میزیم اینم یه مشتمال حسابی که هیچ تخیاره داره حالا چی آمد؟ خوشگله آره بگو آره بابا یه کاری بکن داره خفه داره مشتمالش میده چه دو مشتمال آخر؟ فرنگیه
خداحافظی خوند. خاک بر اون سرت کنم. بلند شو. بلند شو، آب روی منو بردی. آقا نزن دیگه، نزن. چه صافت. مردشون هیچ جای گندت با این آدم ها جوان بشه. خاک بر اون سرت کنم. برو بیرون. گم شو یالله. تن لش. همین مستحفظ به درد تو میخوره. خیلی عالیه. بله قربون. میگم از فردا صبح زود مشغول کارش بشه. بله. چرا واسطه بیبریم ده؟ تو نباید جلوتر از من را بریم. تو مستخدم من هستی. نه فهمیدم. مستحفظ یعنی مستخدم. درست صداتمون زیاد میه. اما این چیزا رو انقدر سرمون میشه. در هر حال یادت نره باید همه جا به احترام من یه قدم از من عقب‌تر باشی. فهمیدی؟ خیلی خوب. اس چه قول دادم. اگر نه درس اخلاقی بهت میدادم که خودت حفظ بکنی. اینم یه قدم عقب‌تر. بی بالا بری بابا. بازم که وایسادی پچه رو سوار نمیشه آبجی. آبجی شما عادت نداره خودش سوار شی. باید داداش بی تربیتش در رو واسش باز کنی. مکتوم لا اله لا لا. چقدر بابا تو ناز داری. کشتی ما رو، خستمون کردی. عجب گیری افتادی ما. بفرما بابا سوار شو. معطلش نکن ببینم. برو بالا. رفتی؟ خیلی خوب. هیچ کاری نداشت. شما اینا زورتون میاد در اتومبیلتون رو وا کنی یا چی دیگه واسه تون در رو وا کنه. هیچ کاری نداره. چون لفت و لابش میگیری. طرف برم. به طرف چپ برو. تو ناسلامتی مثلا راننده ای آبجی. اینقدر خور نزن. خب یخته زودتر بگو. راست برو. ده من نمیدونی کجا میخوای بری. بیا اینم راست. چپ. راست. سر به سرم نزن، خلقم تنگ میشه. میخواستی اول تصمیم بگیری بعد سوار ماشین بشی. نفله. گفتم رو حرف من حرف نزن. دیگه داری کفرمو در میاری یا؟ خیلی خب بفرما. چپ. راست. چپ. چپ راست، چپ راست، بفرما. آیا خلاصی یه ترمز محکم کردم، یارو قلفتی افتاد جلو، سرش پایین پاش هوا رفته. آقا جون اکبری، یارو خیال میکنه چون پول داره میتونه هرچی دلش خواست بگه. خیلی دختر خلوزیه. یعنی اصلا خلوز داره مجنون؟ چی نفهمیدم؟ همچی حرف میزنی مثل اینکه به تو بد و بیرا گفتن. نه اصلا آقا، اکبر منظورش چیز دیگه است. آره منظورم هم اینه که گفتم تو هم از اون خلوستری مجنون. برای اینکه اگه نبودی نمیرفتی اونجا نون نمکشون رو بخوری و پشت سرشون بد و بیرا بگی. هرچی به چیزی نمیگم از رون نمیری. بابا اکبری قربونت برم، آخه وضع منو ببین. من فقط واسه داشم این کارو قبول کردم، ولی این دختر اخوال رازی بیمانی رو همچی میتونم. بیمانی خودتی؟ چی نفهمیدم؟ ولی دیگه ای بیمانی نبودی هیچ وقت از مردم باید نمیگفت که اکبر راست بگی. درست چی میگی؟ بابا مثلا ناسلامتی شما رفیق من هستین، چرا دماغم میکنی؟ اگه من با شما در دل نکنم پا با کی بکنم؟ از این دختر خیلی بدت میاد. دلم میخواد اذیتش کنم، خیلی دلم میخواد همچین مچلش بکنم که یادش بره چقدر پول تو بانک داره. پسر من تو مرض داری، مژگان دختر خوبیه. میدونم، فقط سگ آقاش بعض خودشه. ای بایی نکه آقا جون. خب بگیو که من قربونت برم. آقا جون میتونو باشو هم بده درم آقا جون. اهه میگه آقا جون. آقا جون چیه؟ ما چرا رفت کن بیا. بلم خب بلم خب تو سالو صدام میکنن بس. من نمیذارم بری با درم. تو منو کشتی بیا. آها آره بهتره یه مهمونی بدیم و نامزدی تو و مژگان رو جشن بگیریم. اون وقت وقتی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت مجبور میشه قبول کنه، چاره‌ای هم نداره. هر جور میل مبارک عمو جان. اما دختر شما خیلی باهوشه. میترسم اون نه من قول دادم باید مژگان هر طوری هست زن تو بشه. اون نمیفهمه تو چقدر پسر خوبی هستی. وقتی زنت شد قدر تو رو می
پس خودم ترتیب کارا رو میدم امو جان. او راستی یه ارکستر خوبم لازم داریم. آره جونم آره. خودت برو ارکستر و محل رو ببین از حالا در نظر بگیر. قربون ارکسترش با من یه ارکستر خوب ایرانی براتون میارم. ایرانی نه بابا، ارکستر ایرانی چیه؟ نه محمود این حرفو نزن. هر چی باشه ما ایرانی هستیم. من از این رقصای بی معنی خارجی هیچ چیز سر در نمیارم. فعلا خب پس هر دوشو بیاره. نه داش، ما فقط ایرانیشو میتونیم بیاریم. پس ارکستر و خواننده باید عالی باشن ها، فهمیدی؟ دست خوش محمود آقا، حالا دیگه ما بعد از 40 سال لوتگیری سازدرب نمیشستیم. به جون شما یه سازدربی براتون بیارم که تو خوابم نیده باشیم. خب پس برو ترتیبشو بده. این کار برو برو ما رفتیم. ارکستر ایرانی خیلی بهتره، آدم بیشتر کیف میکنه. ارباب من میخواد یه مهمونی بزرگ بده، دلش میخواد یه ارکستر ایرانی داشته باشه. من فکر کردم بهتر از شما هیچ کی نیست. آخه بابا اونجا جای ما نیست. این ایونا بابا دمخور نیستن، یه چیزی میگن ما مجبور میشیم بساتشون رو به هم بریزیم. نه حسن اینطوری نیست، مگه مهمونی سال قبل یادت رفته؟ اتفاقی برامون افتاد، قبول کنیم بهتره. به خدا به دلم افتاده رفتن اونجا صلاح نیست. این حرفا چیه میزنی؟ من قول دادم ارکستر ایرانی براشون ببرم، بهتر از شما هیچ گیره نمیشه، باید قبول کن. Hey!
اینا کیان آوردین؟ این که آواز بلدیست بخونه، اینا مطرب روحوزی هم نگاش کن جونه بابا آواز بلدیست خورجه بری بیشی بده یادم تو بیرم این که نگاش کن آجیگو، نه چیه؟ باز دور برداشتی که از این آواز خوشت نمیاد به این میگی روحوزی؟ خیلی خوب، الان برای یه آوازی میخونم که بهت بیاد مال خودت بشه بپای کنار میخوام یه آواز بخونم یه آواز که خوشش بیاد این آواز مال این آقا جیگوله الان میخوام در وصفش بخونم بپای کنار بپای کنار خواهش بخونم بپای کنار بپای کنار بپای کنار بزمینم آهنگ آقا دوزر رو بزمینم آقا شالله آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام میدونی دوست دارم حالتو میپرسم آخه این رسمه که احوالتو میپرسم دوست دارم بهت بگم تیرتو غلاف کن عصبانی نشو هم تیرتو غلاف کن آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام اگه هفت تیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه ده تیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه چاقو بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی اگه شست تیر بکشی منو بکشی هفت میشی هفت میشی هفت میشی من حسن فرفرم فرزم و چالاکم زود غلاب کن که نترسم منو پایین شهرم با هم سیر کشا قهرم نکن کاری که خیطه بکنم من خودت خوب میتونی اینه میتونم من آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالت چطوره سلام آقا دوزه سلام حالا حالت چطوره؟ بیا بیا بریم خونه شما هم بساتون جمع کنی بریم مزخرف میده حتی بگم نمیخواد اینجا بیم اینا آدم نیستم من نگفتم اینجا به درد ما نمیخوره گره نکنه اب نداره یه برفا عوضش گوش کن خوب شد رفتن آخه این چه مسخره بازیه خجالت هم خوب چیزیه حیف تمام مدارکی که از اینا تهیه کرده بودم از بین بردم منظورت چیه؟ فردا میرم انبار با مدارک زنده هر دوشونو محکوم میکنم تا شما بفهمین با چه دوزایی طرفی نمیفهمم آبجی آخه چرا دکتر محسن عوض کردی؟ چرا بردیش یه مریض خونه دیگه؟ هیچ فکر کردی خرج این مریض خونه چقدر گرونه؟ خود دکتر گفت فکر پولشو نکنی یه کاریش میکنی لا 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 من که سر در نمیرم ببینم داداش مگه امروز سر کار نمیری؟ برو با ولمون که حوصله داری. این همه دیشب به تو بد و بیرا گفتن تو رو مسخره کردن بازم میگی چرا نمیری اونجا؟ ببینم شاید خیال میکنی داشت از اینجا به بالا مرخصه. من دیگه هیچ وقت اونجا نمیرم. واسه پایدن دختره یه حالوی دیگر رو پیدا بکنم. نه حسن. تو قول دادی باید بری. مردی با قولش. شاید به تو همین الان احتیاج داشته باشم. نمیشه همینطوری دستشونو تو پوست گردو گذاشت و نرم دیگه نمیدونم چیکار کنم
پاشو پاشو برو سر کارت. این روزا ما خیلی احتیاج به پول داریم، باید خرج دوا دکتر محسن رو بدیم. برو جانم، بلنشو برو سر کارت، خواهش میکنه. باشه این دفعه میرم، اما فقط تا آخر ما میرم که حقوقمو بگیرم و از دست این مردم و از خود راضی فرمودا خلاص بشم. خداحافظ آبجی. خدا خدا حفظت کنم. گوش نمی کنی که من امروز تکلیف همشون رو روشن می کنم. محمود و مسعود با بد کسی طرف شدن. دختر این یه دندگیتو بذار کنار، با جون خودت بازی نکن جانم. اینا آدم های خطرناکی هستن. بازم میگم صلاح نیست اونجا بریم. چی رو صلاح نیست؟ من با اونا مدارا کنم، اونا هم هر کاری که دلشون خواست بکنن. بابا عجب تو سر نترسی داری یا؟ پس اقلم حاضی صاحب کنی حسن بیا، اگر رو من حساب بکنی ول مردن. من احتیاج به شماها ندارم، خودم یه پا مردم. آره دیگه پا مردی. خانم خونه هست؟ اصلا آقا جون سلام، خانم رفتن نیستن. چطور منتظر من نشدن؟ رفتن انبار، آدرس دادن که من بدم به شما، با این ماشین برین دنبالشون. اینم سویچ ماشین. خیلی خب، پا من رفتم انبار. برو آشپزخونه. چه تاریکه اینجا. چطور هیچ کس نیست؟ حتما این ترسوها فهمیدن که من میام اینجا، گذاشتن در رفتم. شما انبار سرکه. مژگان خانم، چطوری افتاد؟ یعنی اینجا باشه؟ آره آره تکنی؟ آه این آجی توه بشیش کنم. آی بلامرهای سر خانم بیارن. نه ترس، کامیون سر بالایی با بارش نمیتونه توم بره. سر پیچ دوم میگیرمش. نه گفتم سرعتش کم شد. ناش
سرکشیه گفت که ما مردشم خب مرد شدن چی دارم داره دیگه آیسا حاله بزا پاتم وا کنم نترس خب حالا مرد شده خیلی خوب زود باش به وایس دستاتو واکنم خانم بز من دستشو وا میکنم داشالی تو برو اون دوتا رو به من ببری تحویلشو بریم زود باش چی شده مشگا خانم دوست دارم من در تمام عمرم هیچ کسو به اندازه تو دوست نداشتم نه بابا به حق چیزایی نشنفته خانم ما لایق شما نیستیم باشه اگه دلت میخواد خودتو بگیر افتخار کن با صدای بلند به همه مردم بگو بالاخره مژگان متکبری که سرش با هیچی پایین نمیومد مطیع من شد بیچاره من شد ولی من فقط دلم میخواد از زبون خودت بشنوم که دوستم داری این برای من از هر چیزی مهمتره بگو دوستم داری بگو من از حرفای شما دارم شاخ در میارم خانم من نمیتونم به شما بگم دوستتون دارم نمیتونم بگم چرا؟ به خاطر اون دختری که دیشب تو جشن آواز میخون خیلی دوستش داری؟ خیلی زیاد اما نه اونطوری که شما فکر میکنی برای اینکه اون خواهر آبجیمه میفهمی؟ پس چیه؟ چرا نمیتونی؟ ما رو واسه هم دیگه نساختن همین این حرفا چیه؟ دوستت دارم تو نمیدونی شایدم هیچ وقت نفهمی از کجا و چه وقتی محبت ریشه دونده پدرم خیلی پول داره تو رو همه کاره میکنه تو رو خوشبخت میکنه پول بابات واسه خودت ما پول اینجوری خوش نداریم گوش کن من یه رفیقی دارم اسمش اکبر خانم اکبر لانکاستر از اون پسرای نیکه اون همیشه به من میگه اش چشکه غلط میکنه اون دیگه خیلی بیجا میکنه برای اینکه عقل و شعور نداره اون خیال میکنه درست فکر میکنه اما از اون روز اول اشتباه کرده پس اکبر لانکاستر شما غلط کرده خیلی احمق و بیشورم تشریف داره نفهمیدم حالا به رفیق منم بعد میگی اون خیلی حتی دختره یک خور رازی گنده دماغ یه دنده بهتره عصبانی نشو حسن تو خیلی چیزا رو نمیدونی بذار بسط بگم نه گوشاتو واکن من نمیتونم کسی رو دوست داشته باشم که به پول باباشو زندگی عیونیش مینازه من همون اکبر و زندگی پاک و راستریس خودمونو دوست دارم تو دختره بچه ننه بیمانی بیمعرفت به دردم نمیخوری میفهمی؟ تو باید به آدم پولدار شوهر کنی یه مردی که به اندازه بابا پول داشته باشه درست به اندازه اون چون فقط زندگی شماها از این لعنتی درست شده پول غیر از اینم دیگه هیچی سرتون نمیشه پول دیگه هیچی هم نداری نه صفا نه صمیمیت نه انسونیت فقط پول دلم نمیخواست ناراحتت کنم اما خودت خواستی حالا بریم اون ناچیزا رو ببریم تحویل بدیم از امروز دیگه کسی هم مزاحم نیست با خیال راحت بغل دست بابا جون زندگی تو پولاش غلط بزن ما فقیر فقرام همینطوری زندگی میکنیم مراممون همیشه همینه هرچی پیش آید خوش آید اما تنها نیستیم چون یکی اون بالا بالاها رو ابرا نشسته ما رو میپاد ما همه امیدمون به همونه هر وقت اتفاقی بیفته همه یه صدا داد میزنیم آ خدا فقط کافی صدای ما به گوشش برسه باقیش با خودشه Thank you.
دارم دلی شکسته ز خوبان روزگار، عمرم شده سیاه همانند زلف یار، دنیا چه کلبه ای آی پر از درد و رنج و غم، غم پروران یار نشستن گرد هم، هی می شوند زیاد و ولی کن نگشته کم. آخ دست رو دلم نزار، از اون چی میترسیدم به سرم پدر خاطرخواهی بسید. خاطرخواهی کی شدی؟ همون دیگه، هم از سر شب تا حالا عرق میخورم شاید یادم بره، اما نمیشه، عشق مژگان آتیشم زده. همون دختره یه دنده یه بیمنی از خود راضی رو میگی؟ جونم ازش بعد نگو، دل خور میشم. پس خیلی دوستش داری ها؟ اما اون به درد تو نمیخوره، خودت میگفتی همش به بابا جون و پول و زندگی عیونیش مینازه، اون که به درد نمیخوره. با وجود این میخوامه، اون دختره یه بچه ننه یه گند دماغ بی حیا به چه دردت میخوره؟ گفتم ازش بد نگو اکبری، به خدا غیر از تو هرچی بود همچی میزنم. اون تو... که مال تو نمیشه، بی خود نشستی چی فکر میکنی؟ اون مال یه آدم پول داره، نگاه سگم به تو لات بی سر پا نمی کنه. خفش و بیمار فتر یا لوتی.
اکبر، تو، تو هم مژگانی؟ آره، من همون، همون دختره بی‌معنی، بی‌تربیت، بی‌معرفتم که همیشه میگفتی. تو همون اکبری؟ تو به من ناروزنی؟ تو از من حرف دارم باید؟ پس دیگه اکبر لانکاستری وجود نداره. تو اکبر منو کشتی. تو هر جا پا بذاری بدبختی میاری. تو لیاقت یه گیلاس عرقم نداشتی باید بخورم. تو منو گول زدی، به من دروغ گفتی. اما من به تو دروغ نمیگم. گفتم دوست دارم، بازم میگم دوست دارم. اما تو لیاقت نداری، تو از انسونیت بو نبردی. دیگه نمیخوام ببینم جلبش برو. نه نمیرم، منم حسن دیگه ای رو دوست دارم. من تو موجود خود خواهد بی چشم رو رو، من هر کاری که دلم بخواد میکنم، از اینجام نمیرم. میتونم سر میز شما بشینم آقایون؟ خواهش میکنم خانم، بفرمی باشن جون، داری میدویی؟ خدایا شکرت، خدایا تو چقدر بزرگی. قربونت برم داداش، تو دیگه میتونی را بری. قربونت برم. دکتر گفت دیگه میتونه را بره. عملش خیلی سخت بود ولی الحمدلله به خیر گذشت. آوردمش که خوشحالت کنم. الحمدلله الحمدلله. آخ محسن جون، داداش کوچولوی من، تا حالا مثل همه بچه ها میتونی را بری، میتونی بازی بکنی. ببینم آبجی خرج عمل و دم دکترش کی داد؟ کی نمه پول داد؟ بله دکتر که نمیخواست دیگه، من بالاخره به زور ازش پرسیدم. یه خانمی به اسم مشگان. مشگان؟ مشگان! روم نمیشه تو رو نگاه کنم مشگان. تو به من درس بزرگی دادی، درس انسونیت، درس شرافت. تو من بعد یه غلام داری، اونم منم. این خوبی تو رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. نه سرتو بلند کن، من اون مردی رو میخوام که تک و تنها مثل شیر با هزار نفر میجنگه و خودش برای خودش آقاییه. من به قول تو غلام و زرخرید نمیخوام، من فقط تو رو میخوام، تو رو، همینطور که هستی. مشکل منو ببخش، من قدر تو رو نمیدونستم. مشکل تو فرشته، خدا تو رو واسه من فرسته. مژگان جون، مژگان پاتی، خیلی دوستت دارم. منم همینطور. اینا رو از این گمه که منتظر بودم پای من خوب بجه برم بقلم.